سلام، من ملینا حسنی هستم و در این ویدیو میخوام درباره کنسرت اینترنشنال دو دانس اینترنشنال دانس کنسرت یا سازمان جهانی رقص با هم صحبت داشته باشیم. این سازمان یکی از شرکای اصلی یونسکو و یکی از اونجه های متعلق به یونسکوه که از سال 1973 تأسیس شده. این وبسایت رسمی سازمان جهانی رقص هست. زمانی که ما وارد این وبسایت میشیم، تمامی اطلاعات از ساختار این سازمان، طریقه عضویت، برنامه‌هایی که در اختیار دارند، خدماتی که ارائه میدن و مسائل دیگر رو میتونیم بررسی کنیم. گزینه اول، Structure Officers. میخوایم با هم چک کنیم، ببینیم فردی که برای شما در حال صحبت هستش چه کسی است. اینجا CID Officers و Staff به نمایش داده شدن. پرزیدنت ما، جنرال سکرتریه ما و کسانی که فعالیت دارن در این سازمان. میخواییم بریم ملینا خانم رو پیدا کنیم. ملینا حسنی. پس اینجا تایید میکنه که بنده افتخار همکاری با این سازمان رو دارم. در داخل وبسایت زمانی که شما وارد میشید، قسمت Structure برای شما بخشی وجود داره به اسم Register of Members. زمانی که شما کلیک کنید به این صفحه تشریف میبرید که نوشته شده کسانی که اعضای ثبت شده هستن رو شما میتوانید درباره رزومشون اطلاعات کسب کنید، چکشون کنید، اصلا ببینید واقعا عضو هستن یا نه. در کجا؟ Global Dance Directory. یک دایره المعارف هست از افتخارات سیادی. زمانی که شما کلیک میکنید وارد این صفحه میشید. در این Global Dance Directory اطلاعات تمامی رشته ها، افرادی که فعالیت دارند در رشته رقص در سراسر دنیا، چه ممبر سیادی باشن چه نباشن، ثبت شده. زمانی که یک نفر ممبر سی‌آی‌دی میشه، یعنی این سازمان طبق رزومه ای که از ایشون تایید کرده به ایشون عضویت داده. زان دلی که صدای من رو خارج از وطن عزیزمون ایران میشنون، برای حضور و زندگی در کشور دیگه احتیاج به یک کارت اقامت دارن. ظاهر کارت های اقامت شبیه به هم اگر باشه، سامانه‌ای وجود داره که چک میشه چه طریقی از چه راهی به این کارت اقامت دسترسی پیدا کرده و این کارت اقامت بهش اعطا شده. این ممبرشیپ CID هم دقیقاً به همین شکل کار میکنه. میایم سراغ یک نفر به اسم ملینا حسنی. زمانی که کلیک میکنیم روی اسم ملینا حسنی، برای ما اطلاعات این شخص به نمایش داده میشه. اینکه این شخص برای چه کشوریه، وبسایتش، اینکه این شخص میتونه مدارک بین المللی ارائه بده، خودش استادیه که مدرک داره، رشته باله، متد وگانوا، به چه کسانی درس میده، جدای از اون هنر درمانگره، جدای از اون یک مدرسه رقص داره، جدای از اون به طور کل چه کارهایی رو انجام میده و چه رزومه ای داره. دارای چه رزومه و چه سوابقی بوده این شخص؟ شما به عنوان کسی که فعالیت‌های مرتبط با رقص دارید، علاقه‌مند به رشته رقص هستید و استاد هستید، درس میدید، انجمن دارید، فعالیت‌های هنری انجام میدید، چه در زمینه تمامی رشته‌های وابسته به رقص، رشته‌های ورزشی، فیزیکال، چه رشته‌های مختلف در رقص، میتونید عضویت رو داشته باشید. به وبسایتمون ما اینجا میگیم خب سرویس Certify your student. ببینیم چی راجبش نوشته. برای ما توی این قسمت وبسایت خب یک سری سمپل گذاشته شده از اینکه اصلا شما زمانی که به شاگردتون مدرک میدین به چه شکله. خب من برای چی شخص من صبر کردم برای اینکه بتونم این مدرک رو به شاگردام ارائه بدم؟ اول از همه وقتی شما مورد تایید قرار میگیرین با ما یک مؤسسه، یه همچین کارتی رو هم دریافت میکنین. به این علت زمانی که من مدرکی به شاگردی میدم، اینجا نوشته شده که فردی اوکی زیر نظر این استاد، این مدرسه رقص، این قصه‌ای که اومده آموزشش رو به عهده گرفته، این مدرک رو دریافت کرده. کسانی که این مدرک رو دریافت میکنن، بازم در گلوبال دنس دایرکتوری اسمش رو سرچ کنین، راجبشون نوشته خواهد شد. روی مدرکشون اسم منه. بنابراین وقتی شما این مدرک رو به جای میفرستید، میرن سرچ میکنن ببینن معلم شما چه کسی هستش، چه تاییدیه رزومه ای داره. توی این وبسایت دیدیم که یک
وبسایت مشخصی از بنده گذاشته شده. زمانی که با وارد این وبسایت میشیم، اطلاعات من رو شما میبینید. این وبسایت به 4 زبان هست که این زبان رو میتونیم تغییر بدیم. برای مثال من الان فارسیش کردم، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی. اگر نگاه کنید این قسمت نوشته شده درباره، شما میزنید درباره ملینا. درباره ملینا، اطلاعات ملینا با شما به اشتراک گذاشته میشه. رزومه ملینا، تمام مدارکی که داشته، هر کجا هر فعالیتی که داره برای شما به نمایش در خواهد اومد. بنابراین جدای از اون رزومه اطلاعاتی هست که افراد میتونن معتبرتر بدونن من چه کسی هستم. تفاوت ملینا حسنی در سال 2021 با 2023 چه بوده؟ من روزی که عضویت این سازمان رو دریافت کردم یک مربی بودم که مدرک گرفته بودم، درسته؟ اما همین جوری که میبینین این توضیحات خیلی فرق داره با آنچه که اینجا مشاهده کردیم. یعنی ملینا روز به روز این رزومش بهتر شده و تاییدیش بیشتر شده. سراغ این که چگونه میتونیم عضویت بگیریم، ما میایم اینجا membership how to join CID مشاهده میکنیم که نوشته شده شما پروفایل خودتون رو، رزومه خودتون رو به آدرسی که هستش میفرستید، یا میتونید از طریق کسانی که کار میکنن این رزومه رو ارسال کنید که کار شما راحت تر بشه. و این تمام کسانی که علاقمند هستن عضوی از CID باشن فرصت این رو دارن که با فرستادن رزومه خودشون یا از طریق خود ما که کارشون رو انجام بدیم یا به شکل مستقیم عضویت دریافت کنن. رزومه افراد بررسی میشه. خود بنده در خدمت عزیزی بودم که بعد از انجام کارشون رزومهشون تایید نشد. اوکی. و این بحث مهم هست. کسی که عضویت میگیره تحت عنوان چه رزومه ای عضویت گرفته؟ اگر معلم هست آیا جزء کسانی هست که میتونه مدرک بده؟ اگر معلم هست نوشته شده معلمی هستش که دیپلم دارد، مدرک دارد؟ اگر رقصنده هست این رقصنده از طریق انجمن معرفی شده، جزء فدراسیون مشخصی هستش، یا این رقصنده جزء کمپانی رقص خاصی هست، یا صرفا کسی هست که میرقصه؟ اگر محقق هست به همین شکل. این تمام کسانی که عضویت CID رو دریافت میکنن، افراد میان رزومهشون رو چک میکنن که ببینن تحت چه عنوانی رزومه این افراد مورد تایید واقع شده. درست هستش که ما یک مبلغی رو برای عضویت باید پرداخت کنیم، اما حتی اگر هزاران برابر این مدرک رو هم بخوایم مبلغش رو پرداخت کنیم، شما نمیتونید زمانی که دیپلم ندارید توی رشته مربیگری اینجا براتون ثبت دیپلم اتفاق بیفته. زمانی که شما رقصنده رسمی نیستید اینجا بزنه پروفشنال بله دانسر، برای مثال دارم بهتون میگم. و در نهایت عزیزان دلی که تایید رزومه دارند برای اینکه بتوانند مدرک بدهند، زمانی که تایید شدند برای لول بیگینر نمیتونند مدرک بدن یا تحت عنوان ما تدریس کنند برای لول ادوانس. خب پس هر کسی اگر مبتدی درس میده همون مقطع، اگر پیشرفته درس میده همون مقطع، اگر مستر هستش مستر هستش، همه چیز کاملا واضحه. اما درباره ایران، بعد از اینکه پروفایل شما بررسی میشه با توجه به اینکه باید چک بیشتری صورت بگیره، به خاطر اینکه ما از ایران هستیم، دسترسی به خیلی از تحصیلات رقص نداریم، خب حالا یا با تو مصاحبه میشی یا کارتون مورد بررسی قرار میگیره، تاییدیه گرفتی، میتونی ثبت مدرسه کنی و شروع کنی به شاگردان خودتون مدرک بدی. و اما حرف و بحث آخر، زمانی که ما میبینیم کسی ممبرشیپ خودش رو به اشتراک گذاشته، ما میتونیم دقیقاً شکلی که بهتون نشون دادم زمینه کارشون رو بررسی داشته باشیم و ببینیم با توجه به هدفی که ما داریم چه فایده‌ای میتونه برای ما داشته باشه که از طریق این فرد مدرکی رو بگیریم. مثل این میمونه که شما میخواید در رشته فوق لیسانس تحصیلات داشته باشید و در این حال کشور خاصی رو مد نظر دارید. خب باید درباره انتخاب دانشگاهتون یک کوچولو بیشتر فکر کنید. دقیقاً همین کارکرد درباره تمام مؤسسات وابسته به CID هم وجود داره. اگر شما تمایل دارید که عضوی از این خانواده باشید، اگر تمایل دارید که از امکاناتی که وجود داره میتونید خودتون بررسی کنید استفاده کنید، دریغ نکنید از اینکه با من
به شکل مستقیم تماس بگیرید. من درک میکنم اگر هموطنان عزیز ما حرفی رو منتقل میکنن از سر دلسوزیه، اما من وظیفه خودم میدونستم به عنوان عضو کوچک از این خانواده تمامی مطالب رو به شکل واضح باهاتون به اشتراک بذارم. زندگیتون پر از عشق و برکت، مراقب خودتون باشین.